سلام رفقا، حالتون چطور؟ امیدوارم تا این ساعت از روزتون عالی گذشته باشه. با همدیگه میخوایم یه تمرین بی‌نظیر برای پایین تنه انجام بدیم. همونجوری که دیگه همه میدونن، امروز تمرین پایین تنه دوستدار زانو هست برای بچه‌ای که مشکل مفصل زانو دارن. اگر مشکلی هم ندارید توی مفصلتون، میدونید که میتونید با ما تمرین کنید و یه فشار بی‌نظیر و ایزوله روی قسمت عضلات پایین تنه‌تون، مخصوصا پشت پا و باسن داشته باشید. با من همراه بشید، با هم دیگه گرم می‌کنیم، حرکات اصلی رو انجام میدیم و سرد می‌کنیم. آروم حرکت چوچو رو بزنید بدون اینکه زانوتون رو زیاد خم بکنید. دست رو از کنار به سمت بالای سرتون بیارید تا تمام عضلات بدنمون به صورت عمومی گرم بشه. و سعی کنید پاشنه‌تون رو خیلی آروم بردارید، به سمت جلو بذارید، دست ها رو از جلو به سمت بالا میارید، کف دست به سمت ده تایی دیگه. دو یک، حرکت سلام ژاپنی برای گرم کردن. میریم پایین، دست رو به سمت زمین میبریم، آروم برمیگردیم بالا. حرکت گرم کردنی هست، خیلی آروم بزنید، تمام عضلات رو درگیر کنید. اگر نمیتونید دستتون رو به زمین بزنید اشکالی نه. شکم منقبض نگه دار. پنج تا دیگه. آخری ثابت بیستید. اگر که مشکل زانو دارید، دستتون رو جایی بگیرید، کارو مثل پاندور ساعت قبلا هم انجام دادید، به عقب و جلو ضربه بزنید، دست رو همراه کنید که تعادلتون بهتر حفظ بشه. چهارده و پونزده، پا رو عوض کنید، میره به سمت عقب و جلو. خیلی حفظ تمرکز و تعادل توی این حرکت مهم هست. آخر آروم دست رو از بالا میبریم به سمت پنجه پای مخالف و برمیگردیم. همجور که میبینید زانو توی تمام حرکات صاف یا در حد اینکه افت نباشه هست، نمیخواد زانوتون رو توی حرکت خم کنید. خب
اولین حرکت جز حرکتی هستش که خوابیده هست به کنار، روی زمین قرار بگیرید، دست رو به این صورت زیر بدنتون قرار بدید، زیر سرشونه بشه دستتون، جلوتر یا عقبتر نباشه، شکم رو منقبض نگه دارید، یه کوچولو باکستون خول بدین عقب، یه ضربه به جلو میزنید برمیگرده، پا از کنار میره بالا، کامل عضلات پا و باسن رو منقبض کنید، و سمت رو عوض کنید سریع، شما فقط کافیه بچرخید، یه ضربه به جلو، یه لیفت پا از کنار، با قدرت 9 و آخری 10. تمام کسایی که از چربی های ناحیه داخل پا، کنار پا، زیر باسن رنج میبرن میتونن تمرینات امروز رو دنبال بکنن، فالو بکنن. بچه هایی که هیچ چربی اضافی ندارن برای خوش فرم تر شدن عضلات و بالا رفتن باسن استفاده کنن، و بچه هایی که لاغر هستن و دوست دارن که حجم تر بشن هم میتونن از این تمرینات استفاده بکنن. پس هیچ فرقی نمی کنه، ما با ورزش کردن فقط عضلاتمون رو تقویت میکنیم. بریم برای اجرای دوم. شکم رو کامل داخل نگه دارید، میتونید دستشون رو ستون کنید و کامل عضلات رو منقبض کنید. اگر مطمئن نیستی منقبض میشه نه، دستتون رو بذارید مطمئن شید. نو و آخری 10. سری بسر سمت رو عوض کن، مراقب باشین دستتون کامل زیر شونتون باشه، جلوتر عقبتر یا خیلی بالاتر نباشه، فشار روی مفصل سرشونه بود. با قدرت یه استراحت کوتاه بکنید، میریم برای یه جوری ست آخر از این حرکت عالی. تمام این حرکات رو میتونید کش بندازید، کش یه 30 سانتی، بهش میگن مینی لوپ یا کش پیلاتس مینی، اینا رو میتونید توی قسمت رونتون بندازید و تمام این حرکات رو انجام بدید. قطرش هم بسته به توانتون داره، هرچی باریکتر باشه آسونتر هست، هرچی پهن‌تر باشه سخت‌تر میشه. ست آخره با قدرت تمام، عضلات جلوی رون، پشت رون، داخل، باسن، همه توی این حرکت درگیر، حتی عضلات میان تنه داره تو این حرکت برای شما به صورت سینرژی ها کمک کننده کار انجام میده. با قدرت و آخری سمت رو عوض کنید سریع،
بریم. یه استراحت کوتاه میکنیم، میریم و برمیگردیم. خب برگشتیم، بریم سراغ حرکت بعدی، حرکت بی نظیر برای فرمبهی تمام عضلات پا. دوباره به صورت همزمان تمام عضلات پایین تر درگیر میکنیم. اگر کشه مینی پیلاتس دارین ازش استفاده کنین. من جای کش رو بهتون نشون بدم، دور رونتون بندازین کش رو و هر چقدر کشتون باریکتر باشه احتمالاً اینکه توی حرکت به چرخه هستش اشکالی نداره. دمبلتون هم دستتون بگیرین اگر میتونید. خب حرکت رو بهتون یاد میدم، پا رو کنار هم جفت کنید، یک دونه لکر یا پشت پا دمبل رو میرید به سمت پایین، پا رو باز میکنید و همین حرکت رو تکرار میکنی، پا رو جمع میکنی، دوباره باز میکنی. یعنی پا رو در واقع یک دونه پا حرکت میکنه، هر دو پا نیستش. از کنار هم حرکت رو انجام میدم که ببینی. اول یک دونه به صورت پا جمع، با سر رو به سمت عقب میبری، دمبل ها میاد روی جایی که بنده کفشمون رو میبندیم، جلوتر نبری، فشار وزنه رو میندازید روی مهره کمرتون. میشه یک دو. خب امیدوارم که حرکت رو متوجه شده باشید. برای بچه‌هایی که مشکل کمر دارن ممکنه این حرکت ایجاد درد بکنه، این حرکت رو انجام ندید و به جاش میتونید روی زمین گلوت بریج بزنید یا همون پل باسن که بارها با هم دیگه زدید. آماده هستین؟ میتونید یک کوچولو زانوتون رو هم خم بکنید توی این حرکت. برای کسایی که نمیتونن فشار زیاده وزنه رو توی پشت پاشون تحمل کنن و درد زانو حس میکنن. یک دو بریم. او قدرت. و آخری یک حرکت بی نظیر هست که در عین سادگی فشار خیلی زیادی رو به تمام گروه عضلانی پایین تنه وارد میکنه، مخصوصا عضلات همسترینگ یا پشت پا. امیدوارم که بتونید از این حرکت استفاده کنید. من این حرکت رو جایگزینش رو اعلام کردم، انجام ندادم. من همش سعی میکنم که هی تعریف های قبلی رو تکرار نکنم که بچه های قدیمی تر حسدشون سنه رو، ولی بعضی وقتا دلم نمیاد، احساس میکنم بعضی ها نمیدونن بعضی حرکات رو. بچه هایی که نمیخوان به هر دلیل این حرکت رو بزنن، زانوشون درد میگیره یا کمر درد دارن، روی زمین بخوابید، باسن رو بیارید بالا و برگردونید. میتونید از کش استفاده کنید، میتونید بدون کش بزنید، هیچ فرقی نمیکنه، بستگی به توانه ایتونه. خب اگه انجام این حرکت به خاطر اینکه حرکت ترکیبی هستش و هم دمبل داریم هم کش، اگر دارین از همه این موارد استفاده میکنید یکم بیشتر استراحت کنید. اگر که خیلی فشار نمیارید، کش ننداختید یا دمبل، میتونید کمتر استراحت کنید، یه تعدادش رو شما بیشتر از ما بزنید. ما 10 تا میزنیم، شما میتونید 15 تا هم بزنید. این حرکت رو میتونید
اندازه عرض شونه مثلا 15 تا بزنید و پاتون حرکت ندید، مثلا بچه‌ای که درد کمر داره. آماده اید؟ با قدرت. 1 2 استراحت کنی، احساس درد و فشار رو باید کاملا توی عضلات گلوتوس ماکسیموس مینیموس و مدیوستون احساس کنید. سه عضله که در واقع باسن شما رو تشکیل دادن، این حالت برآمدگی به خاطر وجود این سه تا عضله است که یک سری هاش حالا زیرتر هستش، ولی خب به طور کلی این حرکت و هر سه گروه عضلانی علاوه بر اون عضلات پشت پا فشار میاره. حتی چهار سرتون موقعی که کش میندازید چهار سر پاتون رو هم درگیر میکنید تو این حرکت، مخصوصا وقتی که به کنار پاتون رو میبرید تمام این عضلات کنار باسنتون فعال میشه. بریم برای اجرای سه تا آخر از این حرکت عالی. تکرار میکنم، امروز حرکات مناسب بچه هستش که مشکل زانو دارن، یه جورایی بهش میگن دوستدار آپارتمان یا دوستدار زانو، پرش نداره، اسکات، جامپ و لانگ توش انجام نمیشه به خاطر اینکه فشار زیادی رو وارد نکنیم به مفصل زانو. بریم یه دونه مونده با قدرت و آخری. خب کشو از توپتون در نگیرید، پا رو جمع بذارید که فشار از روی عضلاتون برداشته بشه. من حرکت بعدی رو بهتون یاد بدم تا شما استراحت میکنید. روی پشت میخوابیم، پاها رو 90 درجه میگیریم، میخوایم لگ اوپنر بزنیم. دقیقا شبیه سازی شده دستگاه لگ اوپنر توی باشگاه هستش. امیدوارم که همه کش داشته باشین، اگر کش ندارید هم این حرکت تاثیر خودش رو میذاره. در ضمن دوستانی که کش بلند پیلاتس دارید، شما هم میتونید این رو دور رونتون بندازید، یه گره یه پاپیون، همون کار کش لوپ رو براتون انجام میده. اگه کش لوپ تهیه نکردین مینی لوپ رو، پس اگر کش بلند پیلاتس هم دارید میتونید حرکت رو با کش انجام بدین، گرهش بزنید. من یه نمونه میزنم که شما ببینید حرکت رو. پا 90 درجه بگیرید، پا رو باز میکنید به سمت خارج و برمیگردونید. برای این حرکت تمام تمرکزتون رو بذارید روی قسمت خارجی باسن. آماده؟ 1 2 بریم. شکر منقبض کن،
چهار سه دو استراحت کن. من حرکت رو با 20 تکرار زدم، اگر در توانتون نیست سبکتر یا کمتر بزنید، تعدادش رو میتونید تا 10 تا هم بزنید، اما سعی کنید اگر دارید تعداد رو کم میزنید بیرون که میبرید مکسش رو بیشتر کنید تا فشار کامل روی عضلاتتون بیفته. هر چقدر رنگ کشتون تیره تر باشه، معمولا به صورت استاندارد سنگین تر هستش. دیگه آخرین رنگش رو میکنم مشکی هست که 5 دایره داره و 5 دایرهش معمولا پر شده هستش، میزان سنگینی کش رو نشون میده. شما میتونید با کشهای سبکتر شروع کنید، مثل سبز و آبی. سبز و آبی خیلی سبک، همینی که من استفاده میکنم جزه کشهای خفیف هستش. در زمین میتونید برای این حرکت هست وزنه یه پا هم استفاده کنیم، ولی خب من برای بچه‌ای که زانو درد دارم پیشنهاد نمی‌کنم، چون فشار یکم میفته وقتی پا رو بالا گرفته میفته، ممکنه روی مفصل زانوتون. بریم برای اجرای ست دو. اگه دقت کنید بیرون که میارم مکس میکنم، شما هم این کار رو انجام بدید. خیلی طولانی نیست ولی وجود داره، چون دارم منقبض میکنم. اگر احساس فشار روی زیر شکمتون میکنید کاملا طبیعی هست. یه استراحت دیگه بکنید، آب بخورید، حرکت بعدی رو هم با کش میخوایم انجام بدیم. با قدرت اینم برای شماهایی که گفته بودیم بیشتر با کش حرکت یاد بده، مخصوصا برای بچه‌هایی که مشکل زانو دارن، خب طبیعتا بیشتر بهتون فشار وارد میشه. سعی میکنم از این به بعد با صفحه هم بهتون حرکت یاد بدم که چطوری استفاده کنه. خیلی گفته بودیم ما صفحه داریم، صفحه اصطلاحا به این چیزای گردی هست که میذارن، یه سوراخ بینش داره میذارن روی حالتر، به اون میگن اصطلاحا صفحه. خب بریم برای آخرین ست از این حرکت عالی. شکمتون رو منقبض کنید، عضلات پایینی شکم تو این حرکت حسابی درگیره و استفاده میکنه از این حرکت. بریم. هر شی دیگه مونده، کسایی که با من 20 تا دونه میزنن 4 3 2 1. خب برای اجرای حرکت بعدی به یه بنچ نیمکت احتیاج داریم، من که پاها رو بالاتر از سطح بدنمون قرار بدیم. اگر ندارید ایرادی نداره، همون حرکت رو روی زمین هم میتونید انجام بدیم، اما بعید میدونم کسی توی خونه میزه، اون میزه وسطی که بین مبل قرار میگیره یا کنار مبلتون یا کنار تخت، حتی هیچ فرقی نمیکنه. هر کی یه کوچولو از سطح زمین فاصله داشته باشه، حالت اینکلاین به حرکت میده یا بالا رونده و کارتون رو انجام میده. این حرکت بسیار عالی هست برای تقویت عضلات پشت پا، فیله و باسن. پا رو از قسمت پاشنه روی حال هر چیزی، میز، مبل یا بنچ اگر دارین قرار بدین. میخوایم حرکت گلوت بریج رو بزنیم. بالا که رفتیم همون حرکت خارج پا رو تکرار میکنیم. فشار مضاعفی میخوایم امروز بیاریم روی قسمت خارجی عضلات باسن. میبرید بالا، یه خارج پا برمیگردیم. خب
نکاتش رو بهتون میگم. یکی این که پاشنه پاتون رو بذارید از وسط یا از نوک پنجه پاتون رو بالا نذارید، حتما روی پاشته باشه پاتون. اگر کش ندارید مکس بیرون رو بیشتر کنید و بالا که میبرید کامل منقبض کنید. آماده؟ با قدرت دستا رو کنار بدن قرار بدید به این صورت. یک دو انقباض. و آخری با این حرکت تمام عضلات قسمت پایین تنه مخصوصا پشت پا رو درگیر میکنه. من ست بعدی رو بدون کش انجام میدم تا شما ببینید که چقدر انقباض توی قسمت پشت پا من ایجاد میکنم. این کش احساس میکنم که انقباض پشت پا رو بهتون نشون نمیده. من کش رو برمیدارم، ست سوم دوباره کش رو میندازم، ولی خب هدف من این هست که شما محل قرار دادن کش رو ببینید. خیلی حالا کشه برای من خیلی سبک هستش، خیلی تأثیر خاصی ندارم. خب بریم برای اجرای ست دوم. تعداد رو تکرارش رو 10 تایی میزنید، چون هدف ما از تمرین امروز تقویت عضلات هست. تا جایی که ممکنه نمیخواییم فشار رو روی مفصل بندازید. بریم. دقت کنید به اینکه چقدر عضلات پشت پا و باسن من منقبض میشه. ببینید بالا که میارم یه انقباض ایجاد میکنم، لگنم رو میچرخونم رو به داخل، یه خارج پا برمیگردم پایین. قبل از اینکه باسنتون بخوره زمین برگردید بالا، یه فاصله اندازه یه سانتونیم تا زمین. یه دونه مونده با قدرت. اگر فشار حرکت براتون زیاد هست و احساس میکنید احتیاج دارید که یک استراحتی بکنید، اشکالی نداره، میتونید بینش کمر رو زمین بذارید، پاتون رو دوباره استیبل بکنید. اگر احساس میکنید پاشنه پاتون حرکت کرده به خاطر اون حرکت خارج پا که میزنیم یه خورده ممکنه پاشنه پا جا به جا بشه، با امنیت کامل حرکت رو بزنید، مخصوصا بچه هایی که مفصل زانوشون مشکل داره. بریم برای اجرای ست سوم. اگه استراحت کردین یا آب بخورین. در مورد فاصله اون قسمت بنچ یا همون میز یا هر چیزی که دارین استفاده میکنین با باسنتون، اینو در نظر بگیرین که پاتون 90 درجه باشه. 90 درجه که باشه فکر میکنم فاصله مناسبی است. هر چقدر به این جلوتر فشار کمتر میشه. انقباض، خارج پا، برگ. کامل منقبض کن، یعنی دست رو که بذاری کامل باید متوجه شه که چقدر اون قسمت سفت شده. و آخری. عالی بود.
باریکلا به هر کسی که تونسته حرکت رو انجام بده. حرکات خیلی ساده هست، فقط کافیه که دقت کنید که من چطور انجامش میدم. اگر احساس درد توی ناحیه کمر یا زانوتون میکنین، حتما از این که دارین حرکت رو درست انجام میدین مطمئن بشید، و اگر مطمئن شدید که دارید درست حرکت رو انجام میدید باز هم درد دارید، اون حرکت رو انجام ندید، چون اون حرکت داره فشار مفصلی به شما وارد میکنید. یه حالت سوزش یا گرفتگی طبیعی هست که توی قسمت عضله باشه. میخوام دانکی کیک بزنم. دانکی کیک رو همه بلدید، اما با این تفاوت که میخوام کامل کمرم رو خم کنم به سمت جلو. کمر رو که میخوای خم کنید و دستتون رو یه جایی بگیرید که تعادل داشته باشه. اینجا میتونه دیوار باشه، میتونه میز باشه، میتونه دستگیره یه در باشه، فرقی نمیکنه. من چون بنچ دارم دستم روی بنچ میذارم. یک پا صاف هستش و ستون میشه، دستا صاف زیر سرشونه، پای کوچولو خم میشه به سمت عقب، یه انقباض ایجاد میکنی و برمیگرد. و پا رو عوض میکنم. یه نکته که باید در مورد این حرکت بگم، باید بگم که کمرتون رو گود نکنید، گودی کمر رو صاف نگه دارید. این حرکت رو به صورت چهار دست و پا یا تیبل تاپ روی زمین هم میتونید انجام بدید. اون رو هم نمونهش رو بهتون نشون میدم. دست صاف زیر سرشونه، پا به سمت عقب، کیک بک میزنه و برمیگرده. بازم ببینید کمرم گود نیست، اینجوری نباشید، اینجوری میزنید کمرتون درد میگیره. دایرکت میدین این حرکت های روز نی فرندلی. من کمرم درد گرفته. اگر که توی کمرتون قوس اضافی ایجاد نکنید همه چی طبیعی پیش میره. قوس کمر و ستون فقرات و گردنتون رو تو حالت نرمال نگه دارید، خارج نکنید از اون حالت طبیعی خودش. مثلا زیادی صاف کنید، زیادی خم بشید، مسلما درد احساس خواهید کرد. بریم برای یه جای ست دوم از این حرکت عالی. انقبازی که خودتون ایجاد کنید، اون نکسی که موقعی عقب بردن و ایجاد انقباز همزمان وقتی میخواید ببرید به سمت بالا، خودتون هم منقبض کنید تا بهترین نتیجه را از حرکت بگیرید. آماده هستید؟ پا رو عوض کنید. این حرکت رو من ایستادش رو هم بهتون یاد میدم. به هر دلیلی اگر نمیخواد به صورت نشسته یا خم شده انجامش بدی، یه کوچولو کمر رو به سمت جلو خم کنی، زانو رو یه کوچولو بشکنی. به خاطر اینکه پاتون گیر میکنه به زمین میتونید صاف بزنید ولی با یه خورده کج بیستید. بهترین حالتش این هست که یه کم پا رو خم کنی، عضله پشت پا رو منقبض نگه دارید و عضله باسن رو به سمت عقب
هم منقبض کنی. اینم حالت ایستادش، هر حرکتی هزار مدل برای انجام دادن داره. پس سعی کنید اگر تو حالت چهار دست و پا کمرتون درد میگیره تو حالت های دیگه امتحانش کنید و در نهایت انجامش بدید. یه ست دیگه مونده از این حرکت عالی. رو عوض کنید. اینو اعلام میکنم، خیلی ها میگید چرا بین عوض کردن پا و دست اعلام نمی کنیم، ما سرمون پایینه. تشبیه نمو خاطر و آخری میخواییم روی زمین بشینیم. حرکت بعدی زیر اندازاتون رو به خودتون نزدیک کنی که آماده بشیم. یه حرکت بی نظیر میخوام انجام بدم برای تقویت عضلات روی پا و همچنین فشار خیلی عالی میاره به عضلات میان تنه. کل عضلات پایین تنه درگیره، به علاوه عضلات میان تنه. من یادتون بدم تا شما استراحت میکنی دست ها رو به این صورت پشتتون حائل کنی، به صورت ستون زیر تنتون قرار بدی، زانو رو به سمت سینه میاری، یه لیفت پا میکنید به کنار، دوباره برگرد. به همین سادگی. و بعد پامون رو عوض میکنی، میشه یک. خب متناوب انجامش نمیدی، پای راست رو میزنیم بعد پای چپ، هشتا راست هشتا چپ. اگر آماده هستی با هم دیگه حرکت رو انجام بدیم. یک دو، به سمت سینه برمیگردونی، یه لیفت پا، آخری پا رو عوض کنید. از اینکه کمرتون صافه مطمئن باشید، به هیچ عنوان توی کمرتون گوز نباشه. و آخری بچه‌ای که نگران هستیم برای زانوتون، اگر حتی نمیخواد در این حد پاتون رو خم کنی، پاتون رو فقط لیفت کنید به کنار و برگردونید. همین کفایت میکنه برای تقویت عضلات جلوی پا و یه فشار بی نظیر میاره. اگر انعطاف ندارین که پاتون رو صاف نگه دارید انقدر روی زمین، ایرادی نداره، یه کوچولو خم نگه دارید. من از کنار بزنم ست بعدی رو تا مسیر حرکت پام رو اگر احتمالا نمیتونی تشخیص بدین از جل از کنار ببینید. دست ها زیر سرشونه، توی حالتی که راحت باشید، یعنی کامل بتونید تکیه کنید بهش. خیلی اصولش رو نمیخواد رعایت کنید که حالا این وری باشه اون وری باشه، خیلی مهم نیستش. من به کنار دستم راحت تره. بریم پا رو عوض کنید. من میچرخم، خیلی حرکت ساده و در این حال عالی هستش.
و آخری استراحت بکنید، یه ست دیگه مونده از این حرکت بی نظیر. امیدوارم که تا اینجای برنامه تونسته باشین تمام حرکات رو با من انجام بدید و خدای نکرده به مفصل زانوتون فشار نیومده باشه، که اگر اومده باشه مطمئنم همه تون میاد توی دایرکت و میگید فلان حرکت به ما فشار آورد یا زانومون درد گرفت. خدا رو شکر که حالا همچین موردی نداشتیم، امیدوارم که از این به بعد هم نداشته باشه. خب یک ست دیگه مونده از این حرکت عالی، با قدرت هرچه تمامتر حرکت رو انجام بدید. عوض کنید. و آخری بلند شید بیستید، یه استراحت کوتاه بکنید. در حین اینکه استراحت میکنید من حرکت بعدی رو بهتون آموزش میدم. میخواییم عضلات ساق رو تمرین بدیم امروز مثل روزهای دیگه. تمام روزهایی که ما تمرین عضلات پایین تنه داریم عضلات ساق رو هم تمرین میدیم، چون یکی از مهمترین عضلاتی هست که مخصوصا برای شماهایی که مشکل زانو دارین یه نقش حیاتی رو بازی میکنه. یه فشار زیادی رو میاد از روی مفصل زانو برمیداره، یه مقدار زیادی از وزنتون رو میتونه تحمل کنه، خیلی از فشارها رو تو خیلی از حالتها میاد از روی مفصل براتون برمیداره. اگر میتونید دمبل دستتون بگیرید، اگر نمیتونید بدون دمبل میریم روی پنجه و برمیگردیم. اما چه فرقی میکنه؟ پنجه که میریم میگیم یک دو سه، بعد برمیگردیم پایین. آمدید با قدرت. اگر دوست دارید میتونید دمبلاتون رو دستتون بگیرید، چه تو سینه چه کنار بدن، هر جور که راحتید، اگر نه هم که ساده بزنید. استراحت کنید. برای بچه هایی که پاهای قوی تری دارن و میخوان تعداد بیشتری بزنن یا فشار بیشتری وارد کنن، میتونید همین حرکت رو دستتون رو یک جای تکیه بدی و تک پا انجام بدید. یعنی مثلا 15 تا با پای راست بزنید، 15 تا با پای چپ، ولی حتما باید تکیگاه داشته باشید تا بتونید تعادلتون رو حفظ کنید و بالای مکس میکنید برمیگردونید پایین. این هم برای بچه هایی که پاهای قوی تری دارن، ولی خیلی مواظب باشید اگه مفصل زانوتون مشکل داره، یک لغزش خسارت جبران ناپذیری وارد میکنه، خدای نکرده به مچ پاتون یا زانوتون، چون کل وزنتون روی پاتونه تو اون حالت. بریم برای جای ست دوم. 15 تا میزنم ساقو، میتونید تا 30 تا 40 تا هم بزنید، حتی تا ناتوانی، ولی خب از حوصله و زمان برنامه خارج هستش اگه خودتون جدا تمرین میکنید. این تعداد ساق رو بیشتر بزنید. ببینید پا رو هر چقدر قسمت بالایی
انقباض بیشتر ایجاد کنید و مکس بیشتر بکنید، فشار بیشتر روی عضله دوقلوی ساق پاتون. از این اینو روی استپ اگر میزنم قسمت پایینی هم، یعنی پایین هم که میری پا رو ببریم پایین تر از استپ، یعنی به این حال یه مکس هم پایین انجام بدیم، این خیلی کمک میکنه به خوش فرم شدن سر. یه سرازی کوتاه میکنیم، یک ست دیگه از حرکت عالی برای تقویت عضلات ساق باقی مونده. برای بچه‌هایی که استپ هم من اعلام کردم، اگه استپ ندارین میتونین جایگزینش بکنین با این حرکت. یه دور پر میبریم به سمت بالا، یه دور میرید روی پاشنه. این تقریبا شبیه سازی میکنه اون حرکت رو. ولی خب اگر روی استپ یا روی همچین بنچی انجام بدین، خب اون حرکت آسان تر هست زدنش. بریم برای اجرای ست آخر. عکس بالا رو فراموش نکنید، همیشه هم تونتون زدن حرکات خوب نیست. گرچه تحقیقاتی جدیدن یه مقالاتی اومده که بعض وقتا انجام دادن حرکات با سرعت بالا یه سری فوایدی داره و باعث تقویت یک سری از گروه های فیبرهای عضلانی میشه. تو میدونید که فیبرهای عضلانی انواع مختلف دارن. حالا اصطلاح عمومیش میشه تند انقباض، کند انقباض که باز همونا به چند دسته تقسیم میشه. یه سری مقالات اومده تحقیق کرده روی تواتر و حالا سرعت تمرین که چه تأثیری روی کدوم گروه گروه تار عضلانی داره. و آخری بریم برای انجام یه حرکت بی‌نظیر برای تقویت عضلات میان تنه. اولین بار هست که میخوام این حرکت رو بهتون آموزش بدم، قبلا انجامش ندادین. کنار یه لبه بشینید، این حرکت رو زمینم میتونید انجام بدید. دستا رو پشت میذارید، هر جا که هست اگر روی تخته عقبتر از بدنتون باشه دستاتون، پاها دراز به سمت بیرون میاد به سمت سینه و برمیگرد. بیس بچه هایی که مشکل زانو دارن این حرکت امکان نداره که به زانوی شما فشار بیاره، مگر اینکه منع خم کردن زانو داشته باشید که میتونید به جاش این حرکت رو بزنید. اگر که اجازه ندارید زانوتون رو خم کنید، به جاش حالت سیزر یا همون قیچی بزنید به این صورت، یا صاف بالا و پایین ببرید. ولی خب اصلا حرکتی که میتونم امروز بزنیم این هست، این رو روی زمین هست میتونید بزنید، نمیخواد حتما روی لبه باشین. دست رو عقبتر قرار میدین، ما رو جمع میکنین و برمیگردین. حرکت خیلی خیلی ساده ایه، همگی با هم امتحانش کنین. آماده هستین؟ بریم. با قدرت زانو میاد به سمت سینه و برمیگرد. سه دو یک، سری برید توی حالت لو پلانک. هیپ تپ میخواییم بزنید، دست ها رو به این صورت جلوی بدن قرار بدید، با سمون قبض یه چرخش به راست یه چرخش به چپ.
استراحت کنید. یه ترکیب بی نظیر این ترکیب برای تقویت عضلات میان تنه. اگر دوست دارید که شکم عالی داشته باشین، هیچ وقت تمرینات میان تنه رو از دست ندید. سراغ ست دوم. از اونجایی که بین حرکت میانتن خیلی استراحت نمی کنیم، سریعتر شروع کنید. دست رو کنار بدن نمیتونه قرار بدید به خاطر که تعادلتون رو به هم میزنه. باید عقبتر دست رو بذارید. بریم، اشاره پنجه پا به سمت بالا و جلو هستش. هشت، هفت، چهار، سه، دو و یک. بریم پایین توی حالت لو پلانک و چرخش باسم به راست و چپ. عالی هستید. این تمرین بی نظیر رو از دست ندید. تمرین عالی شکم هست. قیافش یکم ترسناکه، ولی باور کنید که مثل قیافش نیستش و حتما حتما بعد از سه تا آخر با من سرد کنید. این سه تا آخر هست، با هم دیگه سرد میکنیم عضلات رو که تحت فشار قرار دادیم. و با قدرت سه تا آخر رو با من همراه بشید. بریم. ده تا. سه، دو، با قدرت بریم توی لو پلانک. یادتون نره که تو فشار تمرین اخم نکنید. همون جایی که از پلانک بلند میشید بشینید. به صورت نشسته میخوایم سرد کنیم. اگر میتونید پاهاتون رو صاف از جلوی بدنتون قرار بدید. اگر نمیتونید پاتون رو صاف نگه دارید، به این صورت پا رو یک کوچولو خم کنید و یکی از دست‌ها رو پل کنید، به سمت مخالف بکشید بدنتون رو. آروم برگردین. همین رو میخوایم بریم به سمت جلو تا جایی که میتونید. اصلا نباید احساس درد یا فشار بکنید. یه کوچولو بکشید جلو در حد این که پشت پا کش بیاد. هر کم میتونه بگیره کفشش رو. کار آروم به صورت 90 درجه زانو رو نگه دارید و به سمت عقب بچرخید. عوض کنید سمت رو.
به پشت بخوابید، پشت زانو رو بگیرید بکشید به سمت سینه، پشت پا و باسن رو کامل آزاد کنید، همین رو به سمت داخل ببرید با دست مخالف، خارج پا و باسن رو بکشید، عوض کن پا رو. جفت پا رو بکشید و در نهایت خسته نباشید. خیلی ممنون که یک روز دیگه با من همراه شدید. امیدوارم که از تمام این تمرین ها بتونید استفاده کنید و بدونید که تمام تلاش من و همکارم در شبکه دیدی تیوی آوردن نشاط سلامتی به خونه های شما. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید.